رابین جان سلام، سلام، حال شما خوبه؟ ممنون. شما خوب هستین؟ حال شما. یه مغلطه کرده بودم کی؟ توی من؟ کامنت ها. من آها، تو مغلطه توسل کردی؟ تو مغلطه. مرجعیت، توسل، appeal to authority، توسل به مرجعیت. ببین، توسل به مرجعیت ممکنه میشه همون appeal to authority، درسته؟ مثلا من میگم چون یه منبع معتبره، فقط چون منبع معتبری حرفش درسته، نه اینکه مدرکی که میاره. آها، ببین، توسل به مرجعیت بعضی از موقع ها غلطه، بعضی از موقع درسته. برای اینکه این مغلطه اسم کاملش appeal to false authority. خب، برای اینکه بعضی از موقع ها ما مجبوریم که احتمال درست بودن یک چیز رو بیشتر حساب بکنیم، به خاطر اینکه یک مرجعیتی اینو گفته. خب، ما چون خودمون نمیتونیم بریم همه چی رو تحقیق بکنیم، نمیایم بگیم چون یه مرجعی حرف رو زده حتما درسته. خب، ولی اگه کسی تخصص داره و ما تخصص نداریم، اگه کسایی که متخصصن یه چیزی رو دارن میگن درسته و تعدادشون زیاده از متخصصا که این حرف رو میزنن، احتمال درست بودن اینو برای ما باید بیشتر بکنه، نه اینکه 100% بکنه، نه اینکه مثلا وحی الهی بهش حساب بکنیم. خب، ولی خب احتمال رو میبره بالا. این بعد مغلطه اینم موقعی نوشتید. مغلطه آره این مغلطه موقعی مغلطه است که appeal to false authority بکنیم، یعنی کسی که مرجعیتش بی خود باشه یا بر اساس یه چیز بی اعتباری باشه یا یعنی اینکه اصلا ربطی با موضوع بحث نداشته باشه. البته می گفت تو بحث مثلا میخوایم درباره چیزی تحقیق کنیم، بعد مثلا علاوه بر اون مدرک هم داشته باشه. یعنی فقط ببین، اینکه من که اینکه من معتبر کنم مدرک رو من نمیدونم. ببین، بس این روش authority خوب و authority میشه همون مرجعیت، دارم درست میگم؟ پس من اینو یه گوگل ترنسلیت بکنم یه لحظه که authority متخصصی، توسل به تخصص، بگیم توسل به تخصص. خب، اینکه کی تخصصش به جا هست و خوب هست و نیست، خودش بحث دیگه ای داره. خب، مثلا بگیم حالا این دانشگاه خوب، مثلا بگیم این نفر مثلا تخصص داره درباره مثلا یه چیز علمی صحبت میکنه، تخصصش هم اینه، کلی هم توی این موضوع بگم. مقاله داده. بگیم مثلا بگیم ریچارد دافینز میگه چون فرگش حقیقت داره، فرگش حقیقت داره، نه اینکه مدرک شواهدی علمی که به فرگش وجود داره. نه، اینجوری خب این استفاده اشتباه هست از توسل به تخصص. خب، ما کل متخصصین رو نگاه میکنیم، میوازم چه مثلا در یه چیز به این مهمی به اندازه فرگش نگاه میکنیم که میگیم 99.9% تمام متخصصین توی زیست شناسی فرگشت رو قبول دارن، برای همین احتمالی که این غلط باشه بسیار زیاده، نه که یکیشون رو مثلا حساب بکنیم. خب، اینجوری میام نگاه میکنیم، نه اینکه بگیم چون یکیشون اینو گفته حتما درسته. ببین، میدونید چرا ما باید به متخصصین باید یه مقدار توسل بکنیم؟ به خاطر اینکه من و تو رابین جان قابلیت چک کردن همه منابع نداریم. ما که نمیتونیم بریم خودمون تمام عمرمون رو بذاریم مثلا فسیلا رو چک بکنیم، بریم تو آزمایشگاه تمام دی ان ها رو مطالعه بکنیم. شما هر کتاب وقتی که دارین کتاب درباره فرگشت میخونید، چون کتابی رو که علمی که دارین میخونین معنیش اینه که خودتون نرفتین چک کنین، دارین توسل میکنین به تخصص بقیه. اصلا چاره اینا نداریم، مگر اینکه باید برای هر چیزی خودتون برین متخصص دانشمند بشین تو هر مین رشته ها. من کلا همه چیه با مدرک میزنم. البته برم سراغ موضوع دیگه، میخوام برم میخواستم راجب رابین یه نکته دیگه بگو، بعد من میرم سراغ نفر بعد که آریاس، بعدش هم لیوثان، بعدش هم قاسم، بعدش هم سینا، بعدش هم آشن، بعدش هم فرشاد. بگو. من به باستان شناسی علاقه دارم، واقعا باستان شناسی علاقه دارم، میخواستم در مورد گذشته جنس و جنسیت تحقیق کنم، جنس و جنسیت و امیال جنسی. گفتم مثلا این مکتوبی که مثلا شاید مدرسه ما میاد شاید کافی نباشه، چون این منابع مکتوبی که مثلا به گروه خاص برای هدفش ممکن داشته باشه. درسته.
برای من یه دلیلی که کورس‌های دانشگاهی را روی اینترنت از کتاب‌ها بعضی از کتاب‌ها بیشتر دوست دارم، با خاطر اینکه بعضی از کتاب‌ها رو یه کسایی یه هدفی دارن که یه چیزی نشون بدن. و این وقتی یه کورس دانشگاهی برمیداری، تمام مواضع مختلف تو این کورس دانشگاهی مثلا از جهات مختلف ممکن یاد بگیری که بعضیش هم زد و نقیض دارن. بعضی از موقع ها البته کتاب های اینتروداکشن هم خیلی خوب هستن، این کتاب هایی که مثلا یک نظریه رو، البته نمیگم کتاب نخونید، و کتاب هایی که نظریه خاصی رو میخواد رواج بدن اونا هم ارزش داره، ولی برای آشنایی شما از یک رشته یا کتاب های اینتروداکشن، کتاب های مقدمه ای فکر کنم میشه فارسیش، خیلی موثرن، یا کورس های دانشگاهی. یه جایی هم که کورس های دانشگاهی، من نمیدونم رابین شما دسترسی دارین به مثلا یه کلاسایی که من خیلی دوست دارم برمیدارم، یه وبسایت هست به اسم واندریوم که اگه به باستان شناسی علاقه داری، من که خودم هیچ آشنایی به باستان شناسی اینا ندارم، ولی این یک کلاس های دانشگاهی اگه میخوای برداری در برای موضوع این، من اینجا رو پیشنهاد میکنم به شما. واندریوم رو برو چک کن. وان ریال واندریوم ریوم میشه ریوم WONDRIUM.com. البته من چیزم هست، ما باید لینک افیلیتش هم بذارم اینجا برای اینکه به من اینو دارم پیشنهاد میکنم یه چیزم به ما برسه. بذار لینکش هم هست البته. خب لینک شما الان توی لینک افیلیت جمهوری بی خدایان رو من برات میذارم توی لایو چت، اگه خواستی برو همون اینو بردار لینک، اگه از این لینک استفاده کنی به ما هم یه چیزی میرسه. آره این چیه؟ من یه کتاب رفتم پیدا کردم به اسم زنان سیبیلو و مردان بیریش، نگرانی های جنسیتی مدرنیته ایرانی. میگفت با بررسی زندگی نام ها زندگی نامه نه های نه نه مردان رابین بیریش. گفتیم نه، قرار شد یه بحث دیگه بکنی بعد بریم سراغ نفر بعد. من دیگه درباره آدم سیبیلو نه بوده دارم، همه میخواستم بگم. من که باستان شناس نیستم، من این چیزها رو نمیدونم. نمیدونم چرا من چرا میپرسم، بگو ولی سریع بپرس بریم سراغ نفر بعد. میگفت مثلا تو ایران اوایل قاجار مثلا خیلی از اسلامگرا اصلا رابطه با همدین رو بد نمیدونستن. خیلی از کیا؟ اسلامیا بل خیلی از اسلام تو تاریخ اسلام خیلی بالا پایین نظرها خیلی عوض شده. تو خیلی موقع ها بوده که اصلا بچه بازی با پسر یه چیز کاملا قابل قبول حساب می شده از مردای خیلی، مثلا چی بازی نه؟ رابطه بین مرد ها؟ نه خب اکثر سمین چیزایی که نوجوان خیلی نوجوان دموان نوجوان، نوجوان نوجوان یه مرده خیلی پیر با نوجوانانی که به عنوان شاگرد، یعنی رابطه بین معلم و شاگرد خیلی رواج داشت، و این اصلا اتفاقا چیزی که باعث شد که خیلی ضد این بشن بعد از یه مدت، رابطه با کشورهای اروپایی بود و اینکه اروپایی ها اینو خیلی زشت میدونستن. نمیدونم چرا این خیلی رواج داشت توی کشورهای اسلامی، رابطه بین معلم و شاگردش. آره اونم نوشته بود تایی رابطه که با اروپای غربی داشتن. آره یعنی به خاطر رابطه با اروپای غربی داشتن بعد این دوباره زشت شد براشون، و یعنی خجالت، یعنی اروپایی ها دیدن اومدن قضاوت کردن که چقدر این کاراشون بیفرهنگیه، بیفرهنگ، بعد این کشور مثل تو ایران تو کشورهای دیگه خاورمیانه اینا خودشون اومده گفتن نه ما خودمون ضد این هستیم، مثلا این ضد اسلام و اینا، بعد دوباره رواج پیدا کرد که ضد این باشه. ببین البته بستگی داره کجا و کی رو دارین نگاه میکنیم، ولی بعضی موقع این خیلی زشت حساب میشد، بعضی موقع این کاملا رواج داشت و عادی بود. بستگی داره کجا و چه نوشته بود زمانی. درون داره انفعال زنان شروع شد داشت اینجور چیزا. این رقابت بین مسیحیت و اسلام بود که ما کدوممون بیشتر قوانینمون خوبه، یعنی برای هم رو هم تاس. وقتی که دنیای اسلام و دنیای مسیحیت با هم قاطی شد یه مقدار، یعنی به خاطر بعد از اینکه سفر خیلی زیادتر شد، از این عقاید میخواستن با هم رقابت بکنن که ما با فرهنگ تریم، ما جلو اینو میگیریم، ما جلو اونو میگیریم، برای همین اینا رو هم تاثیر داشتن. ولی خب من دیگه بیشتر از این جزئیاتش رو نمیدونم، من فقط یادم یه زمانی یه کتاب خوندم به طور سطحی خیلی با این آشنا هستم، برای همین نمیتونم خیلی بیشتر توضیح بدم. زمان توی پرایوت زیاد چت هم دارم به همین
قاسم من بیارم بالا. قاسم برای که من حواسم نیست داره تو لایف چت و توی پرایوت چت چه اتفاقی میفته. قاسم قاسم ببخش من ازت دارم سوء استفاده میکنم. سلام، خسته نباشی. من حسن خدمت. مرسی قاسم، من اصلا حواسم نبود که تو هستی، بعد میبردمت بالا از اون. نه رابین، تو همجی تو فردا هست، من باید بریم سراغ بقیه. مرسی از این که دوباره اگه کسی نبود دوباره میارمت بالا. باشه رابین جان، باشه. مرسی فعلا، خدا حافظ.